ده تا از کشنده ترین و مرگبارترین جانوران کره زمین. خطرناکترین جانوران جهان همیشه اونهایی نیستن که فکر میکنین و انتظار دارین. دنیا پر از جانوران خطرناکیه که با یک حرکت کوچیک و ساده میتونن به زندگی یک انسان پایان بدن. تو این ویدیو میخوام شما رو با 10 قاتل انسان آشنا کنم که هر کدوم بر اساس تعداد قربانیان انسانیشون در سال رتبه بندی شدن. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. شیرها سالانه 200 انسان رو میکشن. شاید حد زده باشین پادشاه جنگل در لیست خطرناکترین حیوانات جهان باشه. غرش 114 دسیبلی شیر باید به قدر کافی هشدار دهنده باشه. شیر با استفاده از چنگال‌های تیزش که زخم‌های عمیق ایجاد می‌کنه و با شکستن استخون‌ها و جمجمه‌های تومه حیوان ترسناکیه. این گربه‌های بزرگ در گروه‌های کوچیک تومه‌های خودشون رو دنبال می‌کنن و قبل از فرار کردن قربانی اون رو محاصره می‌کنن. اگه بیش از حد به گله اونها نزدیک بشین، به خصوص زمان جفتگیری یا حضور توله‌ها، به سمت شما حمله می‌کنن. این گربه‌های بزرگ باشکوه به دو دلیل گرسنگی و محافظت از توله‌هاشون دست به حمله می‌زنن. اسب‌های آبی سالانه 500 انسان رو می‌کشن. شاید از حضور اسب آبی در این فهرست به خاطر گیاه‌خوار بودنش تعجب کنیم. اما این حیوان به خاطر مجموعه چشمگیری از دندان‌ها و طبیعت تهاجمی که داره یکی از خطرناک‌ترین حیوانات این سیاره است. اسب‌های آبی از دندان‌های نیش تیز و بلندشون برای مبارزه استفاده می‌کنن و تنها یک گاز این موجود می‌تونه بدن انسان رو به دو نیم کنه. گاز اسب آبی نیروی برابر 1800 PSI داره، تقریبا 3 برابر نیروی گاز گرفتن یک شیر. اسب‌های آبی که به شدت قلم رو طلبند، در صورت نزدیک شدن طعمه به زیستگاهشون به سمت اون حمله می کنند و در دفاع از خودشون حتی به قایق‌ها حمله و اونها رو واژگون می کنند، چون اونها رو با شکارچی اشتباه می گیرند. فیل‌ها سالانه 500 تا 600 انسان رو می‌کشند. فیل صرفاً به دلیل جثه بزرگش یکی از خطرناک‌ترین حیوانات جهانه و می‌تونه به روش‌های مختلف به انسان حمله کنه. فیل‌ها معمولاً طعمه‌شون رو زیر پاهاشون له می‌کنن و می‌کشن. از اونجایی که فیل آفریقایی میتونه تا 8 تن وزن داشته باشه، نیروی عقب رونده شدن یا کوبیده شدن توسط فیل به راحتی برای کشتن کافیه. فیل میتونه از خرطوم خودش برای بلند کردن و پرتاب انسان و کوبیدنش به زمین استفاده کنه. همچنین میتونه با عاجهای خودش تومه رو پاره و زخمی کنه. تمساح‌ها سالانه 1000 انسان رو میکشن. تمساح یک حیوان وحشی معروفه که سالانه باعث مرگ 1000 نفر میشه. فقط یک نگاه به دندانهای تمساح گویای اینه که چرا این خزنده تا این حد خطرناکه. نیروی گاز تمساح نیل تا 5000 PSI که قوی تر از تمام حیوانات دنیاست. در مقابل نیروی گاز تمساح آبشور 3700 PSI که مقام دوم قدرتمندترین گاز دنیاست. تمساح‌های آبشور طعمه‌شون رو خشونتبار می‌خورن، اما تمساح‌های نیل از گاز قدرتمندشون برای خرد کردن طعمه قبل از بلعیدن کامل اون استفاده می‌کنن. تمساح‌ها تهاجمی و به شدت قلمرو طلبن و به هر چیزی که وارد قلمروی اونها بشه حمله می‌کنن و اغلب برای شکار در آب کمین می‌کنن. اگه تا اینجای ویدیو رو لذت بردین، حتما ویدیو رو لایک کنین. عقرب‌ها سالانه 3000 انسان رو می‌کشن. این خزنده باستانی و تهاجمی با دم خودش نیش میزنه و به طعمه خود سم تزریق میکنه.
از میان بیش از 2600 گونه از عنکبوتیان، تنها حدود 25 گونه دارای سم قوی برای کشتن انسانان. یکی از خطرناکترین اونها استاکر مرگه. این موجودات کشنده زردرنگ رو میتوان در مناطق خشک و بیابانهای شمال آفریقا و خاورمیانه پیدا کرد. زهری که این حیوان مرگبار با خودش حمل میکنه برای کشتن پیرها و کودکان و مبتلایان به مشکلات پزشکی بلند مدت از جمله بیماریهای قلبی کافیه. انسانهای بالغ هم ممکنه با نیش این عقرب کشته بشن، اما احتمالش ضعیفه. آیا تا به حال این موجودات خطرناک رو از نزدیک دیدین یا اینکه بدتر نیشتون زدن؟ برامون کامنت کنین. حشره قاتل ناقل بیماری شاگاز سالانه 10,000 انسان رو میکشه. حشرات قاتل عامل اصلی شیوع بیماری شاگازن. این حشرات شکارچی خون میمکن و به همین دلیل در آمریکای مرکزی و جنوبی یک تهدید واقعی هن. بیماری شاگاس به شدت کشنده است و از طریق نیش حشره قاتل یا مصرف غذا یا نوشیدنی سرد آلوده به این حشره یا مدفوعش که حامل تکیاخته است منتقل میشه. بیماری وحشتناکی که به گفته سازمان بهداشت پان آمریکا به قلب، سیستم گوارشی و سیستم عصبی حمله میکنه. بدتر از اون، این بیماری میتونه در دوران بارداری از طریق جفت از مادر به نوزاد منتقل بشه. سگهای ناقل بیماری هاری سالانه 30,000 نفر رو میکشن. وقتی صحبت از هاری میشه، بهترین دوست انسان میتونه بدترین دشمن اون بشه. سگها دوست دارن از صاحب خودشون در برابر مزاحمان احتمالی محافظت کنن و این کار رو با گاز گرفتن انجام میدن. مرگ و میر ناشی از حمله سگها غیر معموله، اما مرگ انسان در اثر هاری منتقل شده توسط گاز سگ شناخته شده است و عمدتاً در مناطق فقیرتر جهان از جمله آفریقا و آسیا اتفاق میفته. به گفته سازمان بهداشت جهانی، سگها منبع اصلی مرگ و میر ناشی از هاری انسانان و 99% کل انتقال هاری به انسان رو شامل میشه. این بیماری به وسیله بزاق از طریق گاز گرفتگی، خراش و تماس مستقیم با نواحی آلوده روی بدن سگ منتقل میشه. مارها سالانه 138,000 انسان رو میکشن. مارهای خطرناک رو میتونین در سراسر جهان پیدا کنین. مارها میتونن انسانها رو به روشهای مختلف و وحشیانه بکشن. برای مثال، مامبای سیاه تنها با دو قطره سم نیش خودش میتونه انسان رو بکشه، در حالی که مار پیتون میتونه یک انسان بزرگسال رو به طور کامل ببلعه. مارهای پیتون با پیچوندن بدن درازشون در اطراف طعمه، با منقبض کردن، خفه کردن و شکستن استخونهای طعمه حمله میکنن. سپس از آرواره های کشیده شون برای بلعیدن کامل طعمه استفاده می کنن. این مارها به اندازه بزرگ می شن که بتونن یک انسان کامل رو ببلن. مارهای پیتون تا 10 متر رشد می کنن. طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، شایع ترین مرگ و میر انسان از حمله مارها ناشی از نیش سمی اونهاست و چنانچه طعمه خوششانس باشه، باید با قطع عضو و سایر ناتوانی های دائمی دست و پنجه نرم کنه. قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی، حتما چنلمون رو ساب کنید و زنگوله رو هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیومون رو میبینید. انسان ها فقط با قتل سالانه 400,000 نفر رو میکشن. بله، وقتی صحبت از مرگ انسان ها میشه، انسان از نظر فنی دومین جانور خطرناک روی کره زمینه که موجب مرگ هم نوعاش میشه. در سطح جهان 0.7% مرگ و میرهای سال 2019 در نتیجه قتل بوده. در آمریکای لاتین نرخ قتل بالاتر از سایر نقاط جهانه و قتل بیش از 7% مرگ و میرهای السالوادور رو تشکیل میده.
پشه های آنافل سالانه 700 هزار نفر رو میکشن. پشه ها کشنده ترین حشرات جهانن که سالانه 700 هزار انسان رو از طریق بیماری هایی مانند مالاریا میکشن. جالب بدونین که تنها پشه های ماده نیش میزنن و پشه های نر اصلا نیش نمیزنن. پشه های ماده به خون انسان برای عمل تخم گذاری نیازمندن. این حشره کوچیک از طریق ظرفیت بالای خودش برای کشتن در فرصت‌های متعدد مسیر تاریخ بشر رو هدایت کرده، از جمله در استقلال آمریکا و ظهور و سقوط امپراتوری روم. عفونت مالاریا به ویژه در آفریقا وضعیت اسفباری داره، به طوری که 95% موارد ابتلا به این بیماری در جهان متعلق به این قاره است. خب دوستان، به پایان این ویدیوی جذاب هم رسیدیم. نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو برامون کامنت کنین. اگه تا اینجای ویدیو رو هم اومدین، یادتون نره که کانال رو ساب کنین و زنگوله رو هم بزنین که ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندین. اگه از این ویدیو لذت بردین، پس بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهایی که الان روی صفحه میبینین رو هم از دست ندین، چون به شدت جذابن و میتونن سرگرمتون کنن. برای ماجراجویی های بیشتر با کانال تاپ 10 بست همراه باشین.